دانشمندان شرکت بزرگ دواسازی فایزر با یک شرکت کوچک بایوتکنولوژی یک دوای جدید را که انواع حجرات سرطانی مهاجم را هدف قرار میدهند تولید کردند. تداوی سرطان های مهاجم مشکل است و اکثرا دوباره سر میزند. دوایی را که این شرکت ها تولید کنند روی موش و میمونها ها موثر واقع شده و آزمایشان روی انسان ها جریان دارد. We're ما اساسا در تلاش هستیم تا این سرطانها ها را از ریشه درمان کنیم مانند زمانی که شما در حال احیای باغچه هستید و ضرورت دارید علف های هرزه آن را ریشکن کنید تا دوباره نراید و ما طور این دواها را تراحی کردیم که بر ریشه و تمرهای سرطانی حمله کند و ما به با این باوریم که این شیمه درمانی حساسا حجرات سرطانی را میکشد دکتر مارک دمیلن از مرکز پژوهشی فایزر از نیویورک از طریق اسکایپ صحبت کرد این دوا دو طریقه تداوی دوامدار را نشان می دهد. یکی انتیبادی است که در نابودی سرطان کمک میرساند دانشمندان شیموتراپی را با انتیبادی یک جا کرده که یک مولکول پروتینی است این انتیبادی با حجرات سرطانی وصل می شود و در جریان کیموتراپی حجرات سرطانی را وقایه کرده و مانع رشد آن میگردد دملین میگوید حدود 30 درصد بیماران سرطان تخمدان در برابر این آزمایش واکنش مثبت نشان دادن. این بیماران هستند که برایشان نتایج هر نوع تداوی های دیگر موفق نبود. امیدواری این است تا دوای جدید به تداوی استاندارد مبدل شود و هدف اصلی این است که کمتر سمی و عوارز جانبی ندارد. دانشمندان میگویند اگر موثر باشد ممکن برای بیماران دیگر از جمله مبتلایان به سرطان های گرده یا کلیه پروستات میده میری و بیماران سرطان خون را کمک رساند امسال این آزمایش روی یک تعداد زیاد انسان ها انجام داده می شود و در صورت که موفق آمیز باشد می تواند زندگی مردم را از این بیماری خطرناک نجات بخشد خدیجه هما الکوزه تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن